ویکتور پونتا نخست وزیر رومانی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه شکست خود را پذیرفت و به رقیب خود کلاوس یوهانیس تبریک گفت. نظرسنجی ها ویکتور پونتا را که در دور اول پیروز شده بود در دور دوم نیز با کسب حدود 54% آرا پیروز پیش بینی می کرد. اما نظرسنجی ها درست از آب در نیامد و این دور از انتخابات رومانی با رقابت شانه به شانه این دو نامزد شگفتی آفرید. آقای پونتای 42 ساله از حزب سوسیال دموکرات به رغم پذیرفتن شکستش و با بیان اینکه تصمیم مردم همیشه درست است گفت تصمیم ندارد استعفا دهد. رومانی پس از بلغارستان فقیرترین و به لحاظ مالی از فاسدترین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می شود. موزلی که کلاوس یوهانیس 55 ساله رئیس جمهوری جدید رومانی وعده برخورد با آن و نیز اصلاح نظام قضایی را داده است. عدم خوشنودی حدود 4 میلیون رومانیایی ساکن در خارج از این کشور از ویکتور پونتا از دلایل عمده شکست وی توصیف می شود.